با درود بر شما همشهریان گرامی، امروز تو ایران هفتم محرمه، کلن هفتم محرمه، تو زرغون هم مراسمی دارن، علم جمع میکنن. مثلا من یکی از اولین خاطراتی که یادمه همین بود، بچه که بودم میدم میان خونمون و خدا بیامرز حاج لطف‌الله علمدار میرفت رو حوض وای میستد و سنج میزدن یکی دو بار چند بار میزن تو سینه شون و یه شوبی هم بود سری پارچه میکردیم سرش بهشون میکردیم علم میبردنش. حالا بعدا فهمیدم که جریان این که اینا میان بالاخره مردم نظری میدن، این ما نظری میدادیم. یکی از اقوامون هم بود یه مقدار پول میداد، میگفت اینم بده قبضش جدا بگیر. اولش خب کسی نبود تو خانواده خود ما، من یادم یه چای دم میکردن و تمام شد میرفت. بعد یواش یواش هی شروع کردیم دعوت کردن مهمون و هی زیادتر شدن. مادر بزرگون روان شاد میومد مینشست و چهارزانو میگفت به فلانی هم بگیم بیاد، به فلانی هم بگیم بیاد. بالاخره ما هم دعوت میکردیم میومدن، بعد نبود، خوش میگذشت. حالا اوائل که همون سینه زنی میومد، بعضی مواقع دسته سینه زنی ها خیلی سنگین میشد، دیگه تو خونه نمیومدن، میگفتن دسته سنگینه دیگه تو خونه نمیام، همون بیرون باشین. خب خانواده ما هم ناراحت میشد، اومده بودن رو پشتمون وایساده بودن که مثلا حالا نگاه سینه زن بکنن. بعد کم کم دیگه این سینه زن ول شد، شروع کردن زنجیر زدن، دیگه با زنجیر زن می اومدن علم جمع میکردن. ما هم بالاخره مهمونامون دعوت میکردیم و تا زمانی که زنده یاد مادرمون زنده بود. دیگه کم کم هی آب رفت. خب اون موقع می اومدن قوم خشا، خب ارزونی هم بود بالاخره، خیلی هم تحت فشار نبودیم، حالا بالاخره هزینه میشد ولی زیاد نمیشد. حتی بعضی سالا بعضی قمخشامون می اومدن از شیراز یا مردشت، هفتم که می اومدن دیگه می موندن تا روز عاشورا، روز عاشورا هم خونم بودن. بعد یالای کم 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 این چیزا کم شده. حتی اون زمان بخصوص حسینی حیدر اگه بچه همراهشون بود بچه ها اجازه ندادن برن تو خونه، چون حالا اونجا پذیرای چیزی میکردن، خواستن بچه ها نرن اونجا اذیت کنن، چیزی بخورن مثلا. ولی امروز تصاویری که پخش شده جالب بود، مال حسینی میون اکرم خدامی بود، 10-15 تا بچه، حسینی حیدر هم 10-15 تا بچه بودن زیر صحبات حاجی ناصر یا خونه حیدر عکس گرفته بودن و تعداد علمام کلن از 100 تا تبدیل شده به 20 تا. همون 20 تا یواش یواش افراد مسنی که هستن دارن اصرار میکنن، وگرنه همون 20 تا یواش یواش میره کنار. یعنی خیلی چیزا تو جامعه عوض شد کلن تو این چند سال، ملت بیدار شدن، فهمیدن که اینا خرافاته، اینا جفنگه، آخرش چی نیست. آخوندی که میگه بیان برای امام حسین عزاداری کنی، خودش 200,000 جوان مردم به کشتن میده، اینی خیالش هم نیست. فهمیدن که خیلی اینا که ریش میذارن و دم از دین و دیانت اینا میذارن دزدن، آدمای خونخواری هم، بخصوص از سال 98 به این طرف و آذر و سال 1401 واقعا ملت دیگه از دین برگشتن، از این حسین و حسین چیزا برگشتن. حتی مداهام دارن ضرر میکنن. من چند سال پیش با یه مدعای صحبت کردم، میگفت که مسجد نو 5 میلیون بهم دادن. بعد چند روز پیش صحبت کردیم با یکی دیگه شون، میگفت که امسال مثلا پول خیلی خوب که بخوان بدن 80 میلیون میدن، گویا حسینی میون 80 میلیون داده. گو زمان 5 میلیون داده بود یه پرایدی، حالا 80 میلیون کجا، 5 میلیون کجا؟ دیگه 80 میلیون خیلی بیشتر از 5 میلیونه، ولی ارزش 80 میلیون خیلی کمتر از 5 میلیون چند سال پیشه. خود مدعاهم دارن بعد ضرر میکنن از این انقلاب و نظام و این جمهوری اسلامی، اونا هم یواش یواش باید دکونشو تخته کنن.